هم این این هم بعضی وقتا شما میخواید این بزنمش روی تو سایت الان اتفاق آره مثلا اینا وقتی شما ولد میکنید ولد دو تا وضعیت داره و این فاصله رو حفظ میکنه. تو این یکی درسته من اینا چسبیده بودم به هم ولی همین فاصله چسبیده به هم هم حفظ کرده بود. میتونی این فاصله زیاد باشه به این شکل عمل میکنه اون موقع که اون موقعی که شما فرض کنید که بذار اینو من پاکش کنم که این قضیه روشن باشه. فرض کنید که این ورتکس رو انتخاب کردید، این ورتکس رو هم انتخاب کردید. بار اولی که اعمال میکنید توی این کانسترین میگید weld هیچ عددی نمیاره. چرا؟ چون بر پایه مینیمم مکسیمم عمل میکنه. چون این عدد کوچیک بوده تو اون فاصله خیلی کم بود چسبون. اگه چون اینجا فاصله زیاده نه آره دیگه الان باید اینو میارید کم کم افزایشش میدید. حتی الان اینجا بیشتر از این به هر مقداری که خواستید نگهش میده. مثلا ممکنه این تعداد رو بخواید. الان فاصله رو حفظ نکرد، آورد چسبوند به طور پیش فرض. چرا؟ چون توی constraint methodش ولده بچسبونه میچسبونه بهش. ولی همون چند تا دونه ای که مثلا من انتخاب کردم اگه کمش کنم برگردیم خیلی کم شد. مثلا یکی ها ولی اینجوری داره میزنه. اگه بخوام فاصله حفظ بشه به جایی میگیرم spring. الان نیومد به چسبونه فاصله رو حفظ کرد. الان فاصله هم داره کم و زیاد میشه. یعنی اگه باد قوی تر بشه توی نیوکلس بزن بگیریم 100 این بیشتر کش میاد تا یه حدی یه جاهای دیگه اصلا میره. و اینکه این فاصله ثابت بمونه نه میخواییم اینو بگیم بیاید به جای همین چی کاری که الان کردیم به جای rest length method و به جای from start distance بگیم constant دیگه ثابت میمونه. توی دقیقا فاصله بدید که بگید با این فاصله ازش همیشه باقی بمونه یه عدد میدید. من دوپلیکیت کرده بودم که بتونم محور تویی رو ازش در بیارم. یه از این ورقه تویش دوپلیکیت فیس کردم بعد اون مونده بود اونو من پاکش کردم. خب شبیه عربای زمان قدیم شد. اینم از این بین این دو محورم میتونیم آره میتونیم دو تاشون هم کامباین کنیم و از طریق میشه دو تا کات بزنیم مثل یکی اینجا یکی اینجا و بین این این ریش کنم چه بزنیم بزنیم به چرخونیمش آفست کنم آفست کامباین کنیم. خب حالا فریز و دلیتیست خب
اینو تبدیلش بکنیم به سیستم پارچه، اینو اینم تبدیل میکنیم به سیستم پارچه، رجیدیتی و حالا میایم اینا رو یعنی بذار اینا رو اول چرخارم میاریم تبدیلشون میکنیم به سیستم پارچه جداگانه هر کدوم و این همه این ها تو شیپشون رجیدیتی در این خیال خودمون راحت میکنیم یک اوکی همه و نیوکلوسمون رو میاریم و ground از این خب پس سفتیش کمه. بعد میاییم فریکشن که ندارن اینها خیلی کمه بدک نیست. مثلا میتونیم بدیم فریکشن اینا رو حتی خوبه گراوند رو ببینم گراوند هم فریکشن احده یک نه اوکی خوب. الان چیزی که موند اینه که ما بیاییم برای این باد تعیین کنیم به این فیلد ایر بدم اینا نوعش و دریکشن رو که میدیم میگیم همینجا اگه میتونیم کنیم فیلس به همشون آره ما میخواییم پد رو این اعمال بشه اینا صفر اینا منهای یک سپید سپرید هم میدهیم فقط اینجا چه میشه اونم برای باد پینت کنیم اون بشه بعد بگیم باد بخوره حالا چکش میکنیم خب قدرت باد و مکسیموم دیستنسش رو صفر میکنم یوز مکسیموم دیستنس رو صفر میکنم تیود رو بیست میکنم اتونیشن رو صفر میکنم قبل یه چیز خوب قبل مثلا آره الان میتونیم بیایم حتی یه خورده اگه ریجیدیتی اینا رو قوی تر کنیم بعدش میتونیم همینجا ست کنیم ست کورنت کنیم الان بیشترش کردم بردش دیگه حالا با اینکه نبرتش میتونیم آره مثلا اینو بیشتر کنیم ریجیدیتی هم میگیریم پنج ولی خب میتونیم رجیدیتیش هم من زیاد کردم کش مست آره این میدیم مثلا پنج بعد دیگه چی حالا همین چرخا چرخا رو یادم رفت چرخا هم بس رو میدیم پنج رجیدیتی رو میدیم پنج دادم پنج پنج آره اینا قوی تر میکنن تا اینا رو ده میگیرم ده و مسه هم هم تا مسه شون هم سنگین تر میکنیم ولی اینو یه خورده سبک تر کار میکنم مسش پنج رجیدیتیش ده کلاید اینا رو هم کدوم و اینکه حتی چپ هم نشه
اگه یکی دیگه اینه این اونور کار کنید درست در میاد. اینه این برجستگی هست اینجا نمیده چرخه از اینور در بره، یکی هم اونور اینکه ممکن سر بخوره بیاد اینوری. خب این چرخه نمیچرخه و چرخه هم کاری کنیم به چرخه. الان اگه استیک نس این آره یکی استیکنس اینو باید زیاد کنیم، یکی این که آیا اصلا این دوتا به هم برخورد میکنن که این مثلا میبینه اینو یا فقط داره صاف میره. الان کفو من استیکنس دادم، چسبندگی دادم، سیمیست رو بیشترش هم کنم، استکاک هم یه مقداری بیشتر میکنیم. اما خود این فریکشن، حالا یه نمونه هم آماده کردم برای استیکنس. فریکشن فقط استکاک رو ایجاد میکنه، استیکنس ایجاد چسبندگی میکنه، اصلا میچسب این بار مثلا یه چیزی اینه چسبه اینه حالا بین این بیایم توی سالور کولیژن تیکنس. این کولیژن تیکنسش از چیز بیشتره، یعنی تو هم رفتن رسما، در اینچه اینو کمش میکنم. چی رو کم کردم؟ کولیژن تیکنس این که اینو تو هم نرم، عدد رو باز کمتر کنم بهتر شد. اینم چک کنم کولیژن تیکنس، این انگار دیگه خوبه، این آره درست. شوخی نداریم بابا، صفرش میکنم. مشکل از خود همین فیلده. ما کاری که میکنیم این که به اینجا رسید به همینجا وضعیت رو براشون تو سالور ست فرم کورنت میکنم. الان همینه حله. حالا از اینجا پاده میگیم بره بادم برگردونیم رو سر. باد رو که نگفتیم به اینا بخورن، چون باد باد سرش میره پایین رژیتی هاش ترمه باید میکنن رژیتی اونا بیشتر کنیم بیشتر کنیم هم مسته همچیز شب استرنجر دیگه اینگریست ست نمیگیریم بیست، شاید به خاطر کوچیک بودن عددهای سابستپ هم هست. نمیگیرم شیش، نمیگیریم ده. عدد ها کوچیک بود، اینا هم فیس هاشون کوچیک بزرگ درشته اشتباه عمل میکردن. اما باده که داره اینا رو میکشه، چون من فقط باده به این نسبت دادم. اگه من این الان حس کنم نباید باد تأثیر بکنه.